به نام یگانه آفریننده عالم هستی، امیدوارم هر جای این دنیا که هستید حال دلتون عالی باشه. بنده ابوذر حسنوند عموزاده هستم، دبیر زبان انگلیسی، و با نمونه آزمون تشریحی گرامر درس اول پایه 12 در خدمت شما نازنینان هستیم. پشتکار داشته باشید، امیدوار باشید و هوشمندانه کار کنید. آموزش زبان انگلیسی از A تا Z. سوال 9، متن زیر را با کلمات ربط so, but, oh, and کامل کنید. دوستان، همونطور که مستظر هستید جملات در زبان انگلیسی، اگر چنانچه جمله‌ای دارای یک فاعل و یک فعل باشه اون جمله رو میگن جمله ساده، ولی وقتی دو تا جمله ساده رو ما با یه سری کلمات ربط مثل and به معنی و، or به معنی یا، but به معنی ولی اما، so به معنی پس، بنابراین به هم وصل کنیم، اون جمله رو میگیم جمله مرکب، compound sentences در مقابل simple sentences، جملات ساده در مقابل جملات مرکب. حالا حروف ربط همپایه ساز، coordinating conjunctions، حروف ربط همپایه ساز واسه وصل کردن کلمات، عبارات و جملات یکسان از نظر گرامری به کار میرن. یعنی این دوتا جمله اگه قرار باشه این دوتا جمله رو به هم وصل کنیم، از این کلمات رابط استفاده میکنیم و دو جمله رو به هم وصل میکنیم. حرف ربط اند به معنی و هستش و یکسان بودن دو چیز رو میرسونه. حرف ربط بات به معنی اما ولی بیان کننده تضاد و مغایرت هست. حرف ربط اور به معنی یا، برای انتخاب یک گزینه از بین چندین انتخاب به کار میره. و همچنین حرف ربط سو واسه نشان دادن نتیجه و پیامد چیزی به کار میره و به معنای بنابراین، پس یا در نتیجه استفاده میشه. با این توصیفات میریم و به حل این کلوز تست میپردازیم. امین is a student. امین یه دانش آموزه. He goes to a school near his house. He goes to a school near his house. خب، and he goes to a school near his house. و به یه مدرسه نزدیک خونهشون میره. He can come home by taxi. او میتونه بیاد خونه با تاکسی. Or he can come on foot. یا میتونه but he can or he can come on foot. میتونه با تاکسی بره یا میتونه پیاده بره. Or دومین مورد or میشه. He usually gets back on time. او معمولاً برمیگرده سر تایم. But اما yesterday he came home late. اما دیروز او دیر به خونه اومد. Because به خاطر اینکه one of his friends got sick. یکی از دوستانش مریض شد. So در نتیجه پس امین waited. امین منتظر شد until his friend's father arrived. تا اینکه دوستش، پدر دوستش رسید. خب سومین مورد میشه اور و آخرین مورد میشه سو. پس اند، دومین مورد میشه اور، سومین مورد میشه بات و چهارمین مورد میشه سو. هر جا هستید زندگیتون پر از آرامش باشه. یادتون باشه شما به چیزی تبدیل میشید که بیشتر اوقات بهش فکر میکنید و تا موفقیت فقط و فقط یک تصمیم فاصله است. بهترینا رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون. ارادتمند و دوستدار همیشگی شما ابوذر حسنوند عموزاده. Have a nice time and be glad.